تبرش رو برداشت با فرزندش حارث ابن عبدالمطلب که فرزند دیگه در اون روز نداشت، شروع کرد به حفر کردن و وقتی که لبه چاهو بهش رسید شروع کرد به تکبیر گفتن. پس کلمه تکبیرم اون موقع بود، اینا دین داشتن، بیدین نبودن. بیدینی در بشریت خیلی چیز تازه‌ایه، از خاخام مارس و غیر مارس و بقیه ویرانگران بشری در قرن 18 و 19 به عنوان یک جامعه شروع شده، نه به عنوان افراد. اصل در تاریخ بشری تدین بوده، اما بددینی بوده. مشکل در بددینیه و بیدینی در واقع نتیجه بددینی است. و وقتی که عبدالمطلب شروع کرد به تکبیر گفتن، قریش گفتن او این به خوابش درست در اومده، به حاجت خودش رسیده. رفتن پیشش گفتند که عبدالمطلب دعواها شروع شد، این چاه جد ما اسماعیله، برای که اعراب از نسل اسماعیل هم و ما حقی داریم، ما رو باید شریک کنیم و انصاف بخرج بده، ما رو شریک کن. گفت که نه، این چیزی است که ویژه منه و من این خواب رو دیدم، من مکلف شدم. قال نه، ما تو رو ترک نمی کنیم، باید به ما نصیبی بدید. گفت خب اگه دوست دارید هر کسی رو خودتون حکم قرار بدید، من حاضرم. ببین به حکمیت راضی ها، هنوز به حکمیت راضی هن. آیا رژیم جهالت پیشه ولایت فقیه همین ارزش دوران جاهلی رو داره که هنوز درش اسلام نیومده، اما با حکم بودن راضی، به اسلحه نکشیدن همدیگه رو بکشن؟ آیا رژیم شیطانی ولایت فقیه در اختلافاتش با ملت، در اختلافاتش با احزاب، در اختلافاتش با مسلمین در ایران، در اختلافاتش حتی با شیعیان در ایران، در اختلافاتش با سازمان مجاهدین خلق، در اختلافاتش با شریعت مداری، در اختلافاتش با دکتر بنی صدر، با بقیه ملت از مسلمان و غیر مسلمان، حاضر به حکمیت شد و می شود؟ در اختلافاتش که در منطقه ایجاد کرده حاضر به حکمیت اسلامی می شود؟ هرگز، چون نیامده برای اسلام، اومده اسلام ملوث کنه. وظیفه تاریخیش این چنینه که اسلام ملوث کنه به نام اسلام.